بالاخره پس از مدت زمان طولانی حمید عسکری یه ترک جدید منتشر کرد و نکته مهمش اینه که این بار با سینا پارسیان همکاری کرده. پس یه تحلیل توپ بریم که داشته باشیم بر روی موج رادیو موزیگاه. به نام خدا، سلام به همه شما رفقای عزیز. مرسی از این که ویدیوی ما رو برای تماشا انتخاب کردین. لطفاً با لایک و کامنت از ما حمایت کنید، ممنون. بریم. حمید عسکری کلن خیلی بدقولی میکنه. الان ما حدود 10-15 سال منتظر آلبوم کمای 4 هستیم. فکر میکنم سال گذشته بود که گفت قراره یه آلبوم جدید منتشر کنه که حتی عکس پروفایلش رو عوض کرد و عدد 7 رو گذاشت که گفتیم یا منظورش اینه اسم آلبوم 7ه یا منظورش 7مین آلبوم هستش که خبری نشد. بعدش 2 ترک منتشر کرد و گفت یه مدت کمکار شدم و از این به بعد هر هفته یه ترک منتشر میکنم، که دیگه بعد از اون ما هیچ آهنگی از ایشون نشنیدیم تا الان که رسیدیم به این ترک جدید به نام چراغونی. کوچه دلمو چراغونیش کن بیا آب دستت بذار. قبلا هم گفتم که آخرین ترک خوبی که از حمید عسکری شنیدم قمار بود و دیگه تمام، و در این مدت هرچی از حمید عسکری منتشر شد به پای آهنگای کمایی نرسید و به شدت معتقد بودم که باید یه تغییر بزرگ صورت بگیره. اتفاقا یکی از خواسته هام این بود که حمید عسکری با سینا پارسیان هم همکاری داشته باشه و خوشحالیم که این اتفاق افتاد. از ترانه شروع کنیم. در حالی که ترانه کوتاهیه اما خیلی پرباره، عبارتهای ناب و تازه و جالبی داره، مثلا عبارت قصر شاه یا در کورس که خیلی جالبه و خیلی هم روان هستش، میگه کوچه دلم، یه عبارت استعاری هستش، یه تشبیه ناب، یا میگه آتیش کن بیا، یه اصطلاح عامیانه کوچه بازاری که خیلی درست سر جاش آورده شده. انتخاب قافیه ها خیلی مناسب بوده. این طرفا تا وقتی آفتابی نشی آسمونش عین الان تاریکه، اصلا آرایه رو ترکونده. من اینو میگم ترانه، بارها گفتم که موضوعات 90% آهنگای ما تکراریه. همش میگه من دوستت دارم بیا، یا میگه ازت بدم میاد برو. حالا اینجاست که باید با طبع و ظرافت شاعرانه این محتوا رو بپرورونی، که مرسی از سینا پارسیان که به درستی این کار رو انجام داده. البته چون ترانه کوتاه بوده میتونستن سنت شکنی کنند و 3 ورس میساختن و کورس رو هم 3 تکرار میکردن. در مورد ملودی اثر بگیم که چون اینم از سینا پارسیان بوده و ترانه خیلی روان و شناوره و خودش آهنگ داره، خیلی خوب رو ترانه نشسته. ملودی یه ملودی ساده ایه اما دلنشینه. تنظیم از علیرضا سام و گیتار از هیراد حاتمی. تنظیم خیلی تکراریه، یعنی شما اگه 2-3 سال اخیر ترک های حمید عسکری رو ببینید همش گیتار، همه ی سولوها گیتار، عکس کاورها با گیتار. من خودم گیتار میزنم ولی به خدا سازهای دیگه هم برای تنظیم هست. تنظیم این اثر میتونست خلاقیت بیشتری داشته باشه. درسته نوازندگی گیتار تو این ترک خیلی جالب بوده، ولی این همه تکرار دیگه خستگی میاره، مخصوصا دیگه الان اکثر ترک ها ترکیب گیتار و کاخون هستش. 20 ثانیه اول اینترو گیتار داریم، حدود 35 ثانیه هم سولو گیتار داریم، دوباره انتهای موزیک هم گیتار و همراهی وکال رو داریم. صرف نظر از اینکه کل موزیک اساسش با گیتار بسته شده، یعنی گیتار بر وکال غالبه، یعنی تا میای متن رو بشنوی و صدای حمید عسکری رو میبینی تموم شد و گیتار میشنوی. تازه حالا خیلی ملودی جذابی هم نیست، تقریبا همون ملودی کورس کاره. مثلا مثل ملودی گیتار نزار بمونم تو کما نیست، یا ملودی بهت قول میدن محسن یگانه که خود ملودی گیتار جذاب و شنیدنیه. اینجا یکم جنبه پر کردن تایم موزیک رو داره، مخصوصا برای شنوندگان کم حوصله اصلا خوب نیست. در مورد اجرا و خوانندگی صحبت کنیم. درسته در کل اجراهای حمید عسکری و سبکش ساده به نظر میاد، ولی یه جاهایش واقعا سخته و به هر کسی دیگه ای بدی ممکنه فالش بخونه، و این سادگی زیباست. اولش گفتم گام موزیک پایینه، یعنی تا 2-3 پرده میتونست بالا بیاد، اما یه نکته داره که چرا این کار رو کردند. برای اینکه نکتهشو بگم قبلش ویدیو رو لایک کن و کامنت بذار و این ویدیو رو شیر کن
چون یوتیوب فاز دشمنی با ما برداشته و کانالمون رو زمین زده، ویوهامون رو حذف میکنه، لایک ها رو پاک میکنه. با اینکه اوریج ویو دیوریشن ویدیوهای ما بالاست، ایمپرشن ترولینگ که ویدیوهای کانال ما بالاست، یعنی خب بیننده ها دوستش دارن ولی نمیدونم چرا مانع رشد کانال میشه. ولی خواهش مندیم از شما که حتما ویدیوهای ما رو لایک کنید و کانال ما رو به دوستانتون معرفی کنید تا ما هم با انرژی بیشتری بتونیم محتوای جدیدتر و فازهای جدیدی رو بیاریم. مرسی از شما. برگردیم به موضوع اصلی. داشتیم میگفتیم چرا این موزیک گامش پایینه. حدس میزنم واسه اینه که این موزیک همخوان خانم داره. خانم پرستو یاری، همسر سینا پارسیان، در این موزیک به عنوان همخوان حضور داشته و کورس رو با حمید عسکری خونده. باید یک گامی رو در نظر میگرفتند که تضاد بین صدای حمید عسکری و خانم پرستو حفظ بشه و در کنار هم خوب شنیده بشه. دل دیوونه واسد دل تنگه. اگه گام بالاتر می رفت از بیس صدای حمید عسکری کم می شد و از اون ور هم که صدای خانوم ها فرکانسش بالاست، یه تداخل فرکانسی اتفاق می افتاد و همچنین یه محدوده بیس هم از دست می رفت. درسته با میکس می شد این قضیه رو حل کرد، اما شاید اینطور بهتر بوده. یه چیزی میتونست تو این موزیک باشه این بود که خانم پرستو میتونست فواصل مختلف وکال رو بخونه و لفت و رایت لایه های وکال بیشتر بشه، اما مثل این که خیلی تاکید بر این بوده که موزیک ساده بسته بشه. چون من شنیدم تو همخوانی با سینا پارسیان خیلی جالب این حرکات رو انجام میدن. یکم هم در مورد میکس و مستر صحبت کنیم که نامی همیشه آشنا، محمد فلاحی، حضور داره که یه تنه میکس و مستر کل مارکت داخل و خارج کشور رو میبنده. یه چیزی که من همیشه احساس میکنم، نمیدونم درسته یا نه، اینه که انگار برای حمید عسکری بیشتر مایه میذاره. موزیک های حمید عسکری خوب صدا میدن. حالا شاید هم به خاطر این باشه که من این جنس میکس رو بیشتر میپسندم. اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، این ترک نسبت به ترک‌های 3-4 سال اخیر حمید عسکری خیلی بهتر بود و امیدواریم این همکاری با سینا پارسیان ادامه داشته باشه. امیدواریم به این تیم میلاد ترابی هم اضافه بشه. امیدواریم که سازبندی تنظیم‌ها عوض بشه. امیدواریم کانال ما هم بکنه بیاد بالا، که این ممکن نمیشه جز با لطف خداوند و حمایت‌های شما عزیزان. لطفاً در مورد این ترک نظرات خودتون رو در کامنت‌ها برای ما بنویسید. این دوتا ویدیو رو هم که الان روی کادر دارید میبینید لطفاً تماشا کنید. مرسی از همراهیتون. مراقب گوشهای خود باشیم. خدا نگهدار.